فصل دوم. باز 14 سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است و آن مژده‌ای را که اکنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم، مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می دهم بیهوده باشد. و با وجود اینکه تیتوس همسفر من یونانی بود، او را مجبور نکردند که مختون گردد. اگرچه عده‌ای که وانمود می کردند برادران دینی ما هستند می خواستند او را ختنه کنند. اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس‌ها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند. و آنانی که ظاهراً افراد برجسته‌ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند. اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی‌گیرد، بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است، همانطور که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم، به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم. اما وقتی پتروس به انطاکیه آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کاملا مقصر بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان قضا می‌خورد. اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان قضا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم: اگر تو با اینکه یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان، چطور می‌توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می‌دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی‌شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود. پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت میشود، دریابم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچرا که خود خراب کرده هم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم. زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم. زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست کنم. من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم،
فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود.